سلام بچه ها، چطورین؟ حالتون خوبه؟ خیلی خوشحالیم که عالی هستید، خوبید، خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم، عاشقونه دوستتون داریم، امیدواریم همیشه عالی باشید، همیشه کندوهاتون در حال پیشرفت، همیشه زنبوراتون عالی باشه. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که دوباره به ما یه فرصتی داد که کنار هم باشیم، بتونیم با هم صحبت کنیم و کلی لذت ببریم. این سری از ویدیوها مخصوص دوستایی که تازه به جمع ما وارد شدن، پیوستن به این خانواده بزرگ رامسرهانی پیوستن، بهشون خوش آمد میگیم و یه دونه ویدیو دیگه درست کردیم برای دوستان تازه کارمون، تازه اومدن. خیلی دوستتون داریم شما رو هم. میدونم که زیر این پست اگه سوالای همین بچه‌ها پرسیدن کمکشون کنین، 100% به دوستای تازه کار کمک کنین که بذارین اونا هم سریع‌تر این پروسه رو طی کنن و حرفه‌ای بشن. دوستان عزیزم، امروز اومدیم که یه موضوع خیلی جالب رو بگیم واسه اون دسته دوستان که نمیدونن. دم اون دوستان گرم که میدونن زیر این پست نظر بذارین 100% در موردش. در مورد عسل بچه ها، این که اصلا عسل چجوری درست میشه، شهد همون عسل یا نیست، چی میشه که این عسل درست میشه، چیا توش داره، در مورد خواصش یه ویدیو جداگونه میسازیم، ولی الان فعلا در مورد این موضوعات میخوایم صحبت کنیم. بچه ها، عسل درسته که از شهده، ولی خود همون شهد نیست، شهد مواد خام یک عسله دوستان. یعنی نکنین زنبور پروازی زمانی که از کندو خارج میشه و به دنبال شهد میگرده، میره روی گلایی که شهدزا هستن و این شهد رو از داخلشون استخراج میکنن و وارد کیسه مخصوص شهد داخل بدنش میکنه. پس همین الان اون باور اشتباه که شهد رو میخوره و میبلعه و داخل معدش وارد میشه، اینو بذاریم میذاریمش کنار، چون درست نیستش و یک کیسه مخصوص شهد داره دوستان. و یه چیز حدود 40 میلی گرم میتونه حد اکثر شهد جمع کنه و زمانی که این شهد گنجاشش تکمیل شد، شروع میکنه به برگشت به کندو. از راهی که رفته برمیگرده به سمت کندو، توی مسیر بازگشت با محفظه‌ای که وصل به این کیسه شهد، رطوب مقداری از رطوبت شهد رو کم میکنه. شهد اول کار حدود 70% رطوبت داره که مقداری رو توی پرواز کم میکنه و مقداری رو واسه بدن خودش تأمین انرژی این مسیر که طی میکنه از این شهد رو برمیداره و مابقی رو با اضافه کردن یک سری آنزیم ها که الان من بهتون میگم. زمانی که شما شهد رو از روی گل برمیداره، داره ساکروز بالاییه. زنبور توی پرواز این ساکروز رو بیشترین حدش رو تبدیل میکنه به گلوکوز و فروکتوز دوستان. به خاطر همین زمانی که به کندو میرسه، دیگه ساکروز زیادی داخل بدنش نمیمونه که وارد کندو بشه. از همین رو ما داریم در مورد عسل طبیعی صحبت میکنیم، نه عسل تغذیه دوستان. از همین رو میزان ساکروزش به حد زیادی کاهش پیدا میکنه، اما عسل ما بیشترین حدش میشه گلوکوز و فروکتوز. اینو توی بخش مواد تشکیل دهندهش صحبت میکنیم راجبش. خب زمانی که داره برمیگرده، رطوبتش که کاهش پیدا کرد، آنزیما رو که بهش وارد کرد، میاد به در کندو و این عسل رو به صورت دهان به دهان انتقال میده به زنبور کارگر. و توی این انتقال بارها این انتقال انجام میگیره بین زنبور کارگر و زنبور پروازی و درصد رطوبتش از 70% میان میرسونن به 20%. یعنی یک کاهش عظیم رطوبت باعث صفر شدن و این یعنی تقریبا آماده به شروع عسل شدنه. این تبدیلش زمانی که زنبور کارگر میگیره، اون مابقی ساکاروزه رو هم تقریبا تبدیلش میکنه به فروکتوز و گلوکوز و وارد محفظه داخل حجرهای داخل موم، انجا که مومی هستن، وارد میکنه و اونها رو مخصوص عسل هستن قرار میده و این پروسه ادامه پیدا میکنه، این پروسه تبخیر ادامه پیدا میکنه، این پروسه آنزیم ها ادامه پیدا میکنه تا زمانی که به فصل برداشت نزدیک بشه و میزان رطوبت کاهش پیدا کنه. و میگن که یکی عسل مرغوب میشه حدودش 17% رطوبت داره، ولی باز هم این بستگی به فصل داره، بستگی به شهد داره، بستگی به خود کندو داره، بستگی به گرمای محیط داره، همه اینا بستگی به این موضوع داره، ولی متعادلش توی این رنج. پس ما الان فهمیدیم که زنبور شهد رو نمیخوره، جمع‌آوری میکنه، و عسل قرار نیست از به صورت خیلی از دوستان فکر میکردن که
اصل از بدن زنبور از قسمت پایینی خارج میشه، ولی اینطور نیست، از دهانش خارج میشه و دهان به دهان انتقال پیدا میکنه. پس ما این تابوها رو شکستیم، انشالله که دوستان اینو انتقال بدیم به بعدی تا بدونن و این باورهای غلط از بین بره. میریم سراغ مواد تشکیل دهندش. من مواد تشکیل دهنده به صورت کلی بهتون میگم، چون خیلی بزرگه، خیلی زیاده و خیلی بستگی به گل داره. چون زنبور اولا که روی گل نمیشینه، روی گیاه نمیشینه و طیف وسیعی از گلها گیاهانو برمیداره و تمام چیزهایی که من الان دارم میگم به صورت نسبی اندازه گیری شده، یعنی فقط از یه مدل شد، فقط از یه مدل گیاه اندازه گیری میشه که به این شکل عدد گذاری و آمار داده میشه. خب عسل همونطور که میدونید یک مایع یا نیمه مایع اسیدی محلول در آب، بیشتر که از کربوهیدرات ها، قند ها، چربی نداره، رطوبت آب تشکیل شده، ویتامین ها، فلانوئید ها، اسید های آمینه، آنزیم های متفاوت که همه و همه و همه بستگی داره به نوع گیاهی که ازش برداشت میشه. شد یه چیزی هلوش 85% عسل رو قندها تشکیل میدن، به خصوص گلوکوز و فروکتوز. دوستان که گلوکوز و فروکتوز شیرینیش کمتر از ساکاروزه دوستان، و این گلوکوز و فروکتوز یک دو تا عامل اصلی داره. گلوکوز بیشتر به متولور شدن عسل، یعنی همین شکرکی که شما میگین، به میزان گلوکوز داخل عسل ربط داره. فروکتوز به میزان شیرینی، یعنی هرچی فروکتوز بیشتر میشه شیرینی بیشتر و هرچی کمتر شیرینی کمتر. دوستان اینجا خیلی از دوستان سوال میگن ساکاروز که اینقدر مهمه چی؟ دوستان ساکاروز رو بهتون اول کار گفتم، ساکاروز تبدیل میشه به فروکتوز و گلوکوز، اما باز داخل عسل هست. گفته میشه که توی یک عسل طبیعی ساکاروز متناسب موجود باید زیر 5% باشه دوستان، و زیر 5% یک عسل مرغوب هستش. به طور مثال میتونم بهتون بگم که مثلا در مرکبات مثل چی بود اسمش؟ اسمش یادم رفت. مثل بهارنارنج میزان ساکاروزش 2.5% و یکی از کم ساکاروزترین عسل‌های موجوده، ولی رطوبت عسلش بالاست و میزان اسیدی بودنش کمه. دوستان غیر از این کربوهیدرات که زیاد توش، طیف وسیع از ویتامین ها رو عسل داره، مثل A, B, C, D و ویتامین K، فلانوئید ها، اسیدهای آمینه، اینا بستگی به میزان گلوگیاهی که داره، به نوع گلوگیاهی داره که ازش برداشت میشه دوستان، و خیلی از مواد دیگه که مثلا به طور مثال شما فلانوئید ها رو امکان داره توی گل ببینید، توی گل دیگه نبینید. پس دوستان تمام این آمار، تمام این ارقامی که ما بهتون گفتم، بهتون میگم به صورت نسبی اندازه گیری میشه. فکر نکنین که الان مثلا من بهتون گفتم ساکاروز مثلا زیر 5% پس باید همه عسل زیر ساکاروز زیر 5% باشه. نه، امکان داره یه عسل گیاهش ساکاروزش بالا باشه، اینطور نیست. این به صورت نسبی اندازه گیری میشه. در مورد رنگش هم بهتون بگم دوستان، رنگ عسل اولین و مهمترینش به گیاهی که ازش برداشت میشه، نوع گیاه و نوع شهدی که داره متفاوته. یه سری از گیاهان تیره هستن و شهد تیره رنگی دارن، یعنی رنگ شهدشون روشن نیست، تیره هستش، و اون باعث میشه که عسل تیره‌ای ما داشته باشیم. یه عامل دیگه هم که بستگی به رنگ داره میزان اسیدی بودن عسله. دوستان عسل‌هایی که رنگ تیره تری دارن اسیدی تر هستن نسبت به عسل‌هایی که روشن ترن. این آخرین نکته بود که به ذهنم رسید که دیگه یاری داد که ما اینجا بهتون بگیم. در مورد خواصش یک ویدیو جداگونه باید بسازیم، چون خیلی جامعه، خیلی جامعه و خیلی ثابت نشده ولی جواب گرفته شده داره هستش. یه ویدیو کامل واسهتون بسازیم. خیلی دوستتون داریم، خیلی دوستتون داریم. حتما اگه چیزای بیشتری میدونین و کامنت بذارین. گوشیم هم زنگ خورد. خیلی مخلصیم، دوستتون داریم. خدافظ.